تشکر از شما رفیق ایمان، خیلی بحث جالبی بود. انگوش گذاشتید رو مسائلی که نه فقط در ایران مهم، من همونطور که خودتون اشاره کردین در بسیاری کشورهای دیگه هم عین همین مسائل رو ما تو این 30 40 سال اخیر دیدیم، و واقعا پاسخ دادن به اینا یکی از گرفتاری های چپ بوده و نمیشم گفت تا کنون به سایه جمعبندی خوبی از اینا که قابل قبول توسط جریانات مختلف باشه بهش رسیدیم. به هر حال بحث بسیار جالبی بود. من از رفقا دعوت میکنم که اگر مایلن سوالی از رفیقمون بکنن یا بحثی ارائه بدن دستشون رو بالا کنن. شما هم اگه میخوان یه چند دقیقه استراحتی بکنید بگید، حتما میتونید یه چند دقیقه ما رو ترک کنید هر وقت لازم داشتید. رفقا اونایی که مایلن سوالی بکنن بحثی بکنن دستشون رو بالا کنن. حالا قبل از اینکه کسی دستش رو بالا کنه، من خودم یکی دو تا سوال میخواستم ازتون بکنم. یکی اینکه ببینید در دوره قدیم مفهومی که از طبقه کارگر رایج بوده توی مثلا دوران بین الملل دوم و سوم، به خصوص بعد از فروپاشی بین الملل سوم، بسیار چیرگی پدیده‌ای که اسمش رو میشه گذاشت احزاب وابسته به شوروی در جنبش جهانی بین المللی، یه تعریف خیلی زمخت ماتریالیستی از طبقه هست. اونم این که می طبقه کارگر اونایی هستن که در صنایع کار میکنن و به اصطلاح بقیه به اصطلاح جزو طبقه کارگر نیستن. خب این مفهوم حتی خود مارکس این اشاره کرده، ما در یک کارخونه بعد کارگری که رو خط تولید هست نداریم، کارگرهایی داریم ماشینا رو تمیز میکنن، کارگرهایی داریم که کف کارخونه رو تمیز میکنن، کارمندایی داریم که اون بالا نشستن دخل و خرج به اصطلاح این به اصطلاح شرکت رو در میارن. یعنی یه کار اجتماعی داره اونجا میشه، یه نیروی کار اجتماعی اونجا داره کار میکنه. اون طبقه که کارگرن اونجا شامل اون نظافتکار، شامل اون طرفی که در خط تولیده میشه، مضافاً به این که خارج از کارخونه لایه های بسیاری درگیرن در این تولید و باز تولید مثل مناسبات سرمایه داری. بنابراین مارکس از یه مفهومی استفاده میکنه که خودش یکی دو بار اشاره کرده که حالا نه تحت این عنوانی که من میگم، ولی به یه صورتی همین معنی رو میده. مثلا تو خود مانیفست گفته در جامعه سرمایه داری مبارزه طبقاتی تسهیل میشود. یعنی چی؟ یعنی جامعه تقسیم میشه به دو اردوگاه، اردوگاه کار، اردوگاه سرمایه. میخواستم ببینم نظر شما راجع به این کنسپت اردوی کار چیه؟ چرا ما این کنسپت، این مفهوم ما زیاد توی چپ به اصطلاح نه اروپاییان چنان میبینیم، نه تو چپ ایران زیاد میبینیم؟ هنوز اون مفهوم به اصطلاح که طبقه کارگر صنعتی ذاتاً به خاطر این موقعیت صنعتیش به اصطلاح انقلابی ترین بخش طبقه است و باید رهبر همه باشه، این مفهوم هنوز واقعا در بسیاری از رفقا ریشه داره و هنوز از این مفهوم اردوی کار آنچنان استفاده نمیشه. واسه میرم نظر شما راجع به این چیه؟ چرا ما این مفهوم رو نتونستیم جا بندازیم توی چپ که ما با فقط بسا کارگران صنعتی روبرو نیستیم، با اردوی کار مواجهیم و باید اردوی کار رو سازمان داد، اردوی کار باید مبارزات رو بتونه به صورت مشترک جلو ببره، همبستگی و بسا اتحاد در اردوی کار باید ایجاد بشه. خواستم هم نظر شما راجع به این چیه؟ رفقای دیگه هم از فرصت استفاده کنن دستشون رو بالا کنن. حق با شماست در مورد اردوی کار. من فکر میکنم که یه بخش این که این قضیه کارگر صنعتی اهمیت پیدا میکنه به خاطر همون چیزی که تو ارائه گفتم، به هر حال ما
صنعتی سازی و پرولتر سازی و اینها، پرولتر زایی یا صنعتی زایی، هر کدوم که به فارسی ترجمهش کنیم، این ایده رو داده بود که با هرچه گسترش پیدا کردن صنایع و اینها و بعد به خاطر اون صنایع ادغام اون شکلایی از کار که لزوماً سرمایه دارانه نیستن ولی به واسطه ادغام صوری، همون فرمال سامسامشن توی مارکس، اینا وارد فرایندهای تولیدی سرمایه دارانه میشن به واسطه هژمونیک شدن کار صنعتی، به واسطه افزایش طبقه کارگر صنعتی و به واسطه گسترش رابطه کار مزدی به همه جا. این ایده این بود که به واسطه اینها اون اون جایی که میتونه به طبقه کارگر هژمونی بده، منسجمش بکنه، بهش کانسیستنسی بده علیه سرمایه، در واقع اون طبقه کارگر صنعتیه و همه اون شکلهای دیگه کاری که دارن داخل فرایندهای صنعتی ادغام میشن هم به واسطه اون هژمونیک شدن کار صنعتیه که در این اتفاق میفته و اون کارگرای صنعتی در بهترین نقطه هستن برای انقلاب. در عین حال واسه مارکس امکان تعاون هم مهم بود، میگفت که تعاون به هر حال حول همین توی محیط کارخونه، مثلا حول ماشینا و اینا شکل میگیره، برای محیط کارخونه یه جایی میده که کارگر اونجان با هم میتونن ارتباط برقرار، کامیونیکیشن بکنن، سازماندهی بکنن و منسجم بکنن، برخلاف مثلا اونایی که کرافتسمنن و مثلا مغازهای کوچک خودشون رو دارن، برخلاف دهقانها که وابسته هم به زمین و نمیتونن، موبایل نیستن، مثلا وقتی که موبایل نیست نمیتونه خودش رو موبالایز بکنه، در واقع امکان ارتباط نداره، نمیتونه خودش رو منسجم بکنه و واسه همین طبقه کار صنعتی مثلا اهمیت زیادی داشت. ولی خب اتفاقی که افتاد این بود که اون رابطه کار مزدی به واسطه انباشت سرمایه و تکنولوژیک انباشت سرمایه که خب این باعث میشد سرمایه ثابت و تکنولوژی و همینا پیشرفت بکنه و دیمند واسه کار صنعتی کم بشه، در نهایت اینجوری اون اتفاق نیفتاد، اون اتفاق نیفتاد که طبقه کار صنعتی بتونه همه شکلهای دیگه آنتاگونیسم‌های اجتماعی رو توی خودش حل بکنه و مسئله جنسیت و مسئله ملیت و نژاد و اینها رو در واقع رفع بکنه، یا همون شکل هگلیش آفهبن بکنه دیگه. آفهبن میشه هم تو یه چیز رو بکشی بالا هم حلش بکنی، یعنی هم استعلاییش بکنی و هم حلش بکنی. واسه همین این یه طرف قضیه است. طرف دیگه قضیه اینه که شاید ایده اردوی کار به حد کافی هم پیش نمی رفت، به این معنا که کار در نهایت، ما اگر داریم در مورد کار توی جامعه سرمایه داران حرف می زنیم، این کار قرار ارزش افزایی بکنه برای سرمایه و قرار نسبت اجتماعی سرمایه دارانه رو بازتولید بکنه، بازتولید نسبت اجتماعی سرمایه دارانه و کار و ارزش افزایی سرمایه، این تعریف کاره. شما یه سری کارهایی دارین، مثلا کار خانگی که گفتم مارکس نمیبینه این داره ارزش تولید میکنه، چون واقعا از نگاه سیستم سرمایه دارانه ارزشی انگار داره تولید نمیکنه، انگار که مثلا اگه شما قیمت نخود و گوشت و گاز و پیاز و آب و با هم جمع بکنین میشه قیمت اون آب گوشتی که زن خانه‌دار درست کرده. چرا؟ چون کار زن خانه‌دار اساسا کار پید نشده است، کار به حساب نیومده است. ولی خب همون هژمونی کار مزدی، این ایده که ایده این که کارگر صنعتی و اینا قرار این هژمونی رو در دست بگیر، رهایی بخش باشه، باعث شد که حتی اون بخشایی که در واقع کارشون کار به حساب نمی اومد
برای اینکه بخوان جنبش رای بخش خودشون رو به راه بندازن، بیان توی این پارادایم بگن که آقا کار خانگی باید بشه کار مزدی، یا مثلا اونور توی مثلا کشورهایی که از استعمار رها شده بودن، از جنبش رهایی بخش ملی و اینا، اونا شروع کنن به صنعتی سازی گسترده و کارخونه ساختن و رفتن توی پارادایم و هر حال اقتصادی غالب. ولی یک شکلایی هست که اینا خب کار نیست توی جامعه سرمایه‌داری معاصر از نظر سرمایه‌داری، یعنی بدل نمیشه به ارزش مبادله، یعنی بدل نمیشه به ارزش، که ارزش تنها شکل تحققش تو سرمایه‌داری ارزش مبادله است دیگه. واسه همینه که اگر ما بخوایم اردوی کار رو نقد بکنیم، خود مفهومش رو اینه که اردوی کار باز نمیتونه یه بخشهایی رو در نظر بگیره که کارشون کار نیست. درسته که دارن تولید و باز تولید میکنن، ولی به رسمیت شناخته نشده. یه جاهایی یه سری کارهای خدماتی، کارهای باز تولیدی، کارهای مراقبتی و انواع دیگه این چیزا ممکنه اصلا اینور به حساب نه، کارهایی که در واقع داره نسبت اجتماعی سرمایه رو باز تولید نمی کنن. و بخش زیادی از جمعیت مازاد اونا به هر حال توی زاغه ها دارن زاغه خودشون رو می سازن، مثلا خونه می سازن، فلان می کنن، فلان می کنن، اینا خارج از هیته تولید و باز تولید سرمایه داره رخ میده. ولی خب به طور کلی اگر ما به رسمیت بشناسیم که این همه این کارا دارن به هر حال به بازتولید سرمایه کمک میکنن، کار خانگی داره به بازتولید سرمایه کمک میکنه حتی اگر به عنوان کار به رسمیت شناخته نشده باشه و انواع دیگه کارهایی که گفتم، اون وقت یک مفهوم کلیتری از اردوی کار شکل میگیره به عنوان اتحادی از نیروهای تولیدی و بازتولیدی که اون میتونه همین مثلا باز مفهوم پردازی رادیکالی باشه که ما لازم داریم. من تصورم اینه که اگر این مسئله هنوز توی مثلا بخشایی از مارکسیستا چه خارج ایران چه داخل ایران مونده که اون طبقه کارگر صنعتیه که قرار سوژه نهایی انقلاب باشه، به خاطر همین یعنی نادیده گرفتن هم این کارهایی که در واقع کار نیست، نادیده گرفتن ترندیه که ما از دهه 1960-70 در کل جهان و توی ایران داریم، پرولتر زدایی، نادیده گرفتن همه این است. از طرف دیگه خب ما میدونیم مثلا وقتی که توی دهه 96 شورش ابتدا اتفاق افتاد، بخشای زیادی از چپا کنار لیبرالا، کنار اصلاح طلبا و کنار محافظه کارا داشتن نقد میکردن، گفتن جنبش نیست، نمیدونم سازماندهی نداره، شورش نیست، اصلا معلوم نیست چیه، خطرناکه. آبان 98 یه سری بعد از آبان 98 مثل یه سری آدما گفتن که مثلا کار امپریالیسمه این داره توی ایران این کار اتفاق میفته. خب این نادیده گرفتن به هر حال حاشیه و تأثیرش به خاطر اینه که تصور میشه که همه اینا تضادهای ثانوی هن، آنتاگونیسم های ثانوی هن. تصور میشه که اگر اون طبقه کارگر صنعتی و کار مزدی و اینا بشه، این تضادها رفع میشه، اینا پیشا سرمایه دارانن فلان اینا. خوب که به نظر من یعنی تاریخاً ما فهمیدیم که این درست نیست و دقیق نیست. ممنون از پاسختون. من دست کسی بالا نمی بینم. پس بذارید من یه سوال دیگه هم بکنم، حالا که فرصت استفاده کنم خودم سوالامو رو طرح کنم. بله، این نکته که میگین در رابطه با کارگران صنعتی، مارکس به یه شکل خاصی مطرح کرده اهمیتش رو، به این معنا که
اون موقع میگه این کارخونه های بزرگ صنعتی تعداد زیادی کارگر رو زیر سقف جمع میکنن، عملا هم در سطح کارخونه علی رغم هر نوع به اصطلاح شکافی که بین کیفیت های کار آدم های مختلف هست، عملا میبینن تقسیم کار داخل کارخونه کار همه رو شبیه هم کرده، چون کارها همه به تدریج شبیه کار آبستره میشه دیگه، کار به معنی کار نه یه کار ویژه. بنابراین خیلی راحت تر میتونن به منافع مشترک طبقاتیشون برسن. از این زاویه اهمیت به اصطلاح کارخونه های بزرگ صنعتی رو مطرح میکنه، یعنی یه زمینه ای میسازه که امکان اشتراک منافع و مبارزه بر اساس این اشتراک منافع رو فراهمتر میکنه تا کارگرای پراکنده، واحدای کوچیک، به صدا کارگرایی که در این سوشال لیبر به معنی کلی هستن ولی ممکن اصلا در هیچ کارگاه و کارخونه هم کار نکنن، حتی زنان خانه‌دار شامل این حوزه میشه. درست؟ بنابراین یه جنبش اونه. یه جنبه دیگه هم که مارکس روش انگوش میذاش این بود که در این کارگاه های بزرگ صنعتی به طور کلی در مثلا واحد های بزرگ کارگری و سرمایهداری مبارزات میتونن خیلی مؤثرتر باشن، به این معنا که ضربه اقتصادی بزرگی میتونن بزنن به سرمایهداری، وزنه اجتماعیشون به قدری مهمه که سرمایهداری رو میتونه به عقب برونه. یعنی اعتصاب فرق داره دیگه، اعتصاب توی یه جایی مثلا کارخونه ماشین سازی مثلا خودرو سازی بشه خیلی فرق داره با اعتصاب توی مثلا مغازه‌دارای فلانجا مثلا یا سوپرمارکت های مثلا تهران. درجه از این زاویه هم خب درسته. و این اینجا من میخواستم این مقدمه رو کنم برگردم به سوالم، اونم اینه که باز یه تفسیر رایجی که در چپ متاسفانه بوده ریشش، حالا نمیخوام دنبالش بریم فعلا، ولی اونیه که به صورت این طبقه کارگر رو یه مفهوم باز ماتریالیزم زمخت میگیرن، چون به خاطر موقعیتش در تولید تو گویی این طبقه کارگر ذاتاً مبارز و انقلابی است به خاطر این موقعیت. دست این تعریف هیچ ربطی به مارکس و مارکسیزم نداره و این یه تعریف رایجه، یعنی همه توقع دارن طبقه کارگر باید انقلابی باشد، در صورتی که ما طبقه کارگری نداریم مگه در مبارزه شکل بگیره. طبقه کارگر جمع کارگران رو نمیشه گفت طبقه کارگر، چون طبقه تا خودش رو در مبارزه نشناسه چجوری شده طبقه؟ یعنی باید یه منافع مشترکی پیدا کنه که خودش به صورت طبقه در جامعه نشون بده. یعنی خود مفهوم طبقاتی هم یه مفهوم سیاسیه تا یه مفهوم مثلا ماتریالیستی، یه مفهوم به اصطلاح موقعیت تو، یه مفهوم سوسیولوژیک به اصطلاح. توی مبارزه علیه سرمایه‌داریه، به خصوص مبارزه سیاسی علیه سرمایه‌داریه، که این اتحاد و این همبستگی و این به اصطلاح منافع مشترک ضد سرمایه شکل میگیره و این اردوی کار به اصطلاح معنی پیدا میکنه. خب در ایران و حتی در اروپاش این روزا به خاطر شکلی که تولید سرمایهداری پیدا کرده، تقسیم کار جهانی که الان شده، عمدتا کارهایی که به اصطلاح در صنایع تولید محصولات مصرفیه عملا همه منتقل شده به هندوستان و چین و مثلا یه سری کشورهایی که طبقه کارگرش حقوقی نداره و نمیتونن مبارزه کنن، نمیتونن خودشو سازمان بده. 600 میلیون ما الان کارگر در چین فقط داریم، 400 میلیون ما فقط در هندوستان داریم. درست؟ درسته که در اروپا رو هم جمع بزنی شاید اون به اون معنی سوسیولوژیک نتونی بگی 200 میلیون هم ما کارگر داشته باشیم در اروپای الان. خیلی از مثلا این بخش به اصطلاح طبقه کارگر منتقل شده به کشورهای عقب افتاده، چون کشورهای پیشرفته صنعتی الان تولید خیلی تکنولوژیک تر شده،
خیلی به اصطلاح واحدها رو کوچیکتر کردن، واحدها رو پراکنده کردن، تیکه تیکه کردن. خود بورژوازی هم آگاهانه جنگیده برای اینکه این حالتی رو که یه کارخونه بزرگ صنعتی باشه و کارگرها بتونن این منافع مشترک رو پیدا کنن و بهش ضربه بزنن و بسیار این خطر رو رفع کنه، در اینچه خیلی تجزیه کرده تولید خودش. به همین خاطر این مسئله فقط مال ایران نیست، در اروپاش هم ما این رو میبینیم که این ماجرا نمیتونه شکل بگیره، به این دلیلی که طبقه کارگر دیگه اون وزن اقتصادی و ضربه ای که رو بخواد با اعتصاب بزنه نداره در اروپا. در جاهای هنوز داره، من دارم بسیار خیلی کلی میگم، هر جا به اصطلاح کنکره تا آدم بررسی کنه ویژگی های خودشو داره، ولی به طور کلی که نگاه کنین عملا حق اعتصاب از طبقه کارگر گرفته شده، یا اعتصاب اصلا ضربه ای نمیزنه به سرمایه داری. اعتصاب عملا بی خودی خودتو فقط بیچاره میکنی در خیلی از جاها، به جایی که بخوای سرمایه داری رو ضربه بزنی. سرمایه داری میتونه خیلی از این اعتصاب های کوچیک رو کاملا تحمل کنه، خیلی هم راحت میتونه این بخش از تولید و چون تولید انقدر تکه باره شده که میتونه یه تیکش رو از اینجا برداره ببره یه جای دیگه. به همین دلیل اینجا سوالم اینه، یعنی اگر این مفهوم رو قبول داریم که طبقه تو مبارزه است که طبقه میشه، اردوی کار تو مبارزه است که اردوی کار میشه، جنبش به صلاح اجتماعی ضد برای تغییر و برای پیشرفت و برای آزادی و برای رهایی از ستم و رهایی از استثمار تو مبارزه است که شکل میگیره. در یه جایی مثل ایران به خصوص، حالا تو اروپا یه زمینه و سابقه مبارزاتی هست، تشکل‌های کارگری هست، اتحادیه‌ها هست، تعاونی‌ها هست، خیلی کمپین‌های مختلف هست، کارزارهایی هست که این توده رو یه شکلی درگیر میکنه در این مبارزات و اردوی کار. ولی تو ایران که ما هیچ کدوم از اینها رو نداریم، یعنی اگه داریم خیلی کم داریم. یعنی اتحادیه سازی در ایران یه چیزیست که عملاً در صنایع بزرگ بخش عمده طبقه کارگر که در صنایع بزرگ کار میکنه تو اتحادیه های زرد دولتی، اتحادیه های مستقلی نتونسته در از این 40-50 سال بسازه. اون چیزهایی هم که به عنوان اتحادیه های مستقل ساخته شده کوچیکن، یعنی آنچنان بخش مهمی نیستن. یعنی خود این مبارزه اتحادیه‌ای در واقع اصلا نمیتونه پاسخگوی مسئله ما باشه. اینجا یه مفهوم دیگه ای میاد در دل خود جنبش ما هم مطرح شده، شما هم بهش اشاره کردین، مثلا مبارزات اهواز که اشاره کردین توی اون خیزش دیما، یکی از نکته‌های جالبش همین همبستگی بود که شکل گرفت بین معلم‌ها، بین کارگرای فولاد، بین زنان خانه‌دار، بین بیکارا، که مسئله جنبش سراسری رو مطرح میکنه. یعنی زاویه مبارزه برای چپ باید شکل دادن به یه جنبش سراسری باشه، تا تمرکز روی مبارزه اتحادیه‌ای یا تمرکز بین مبارزات پراکنده فرعی. جنبش زن زندگی آزادی رو به خوبی نشون داد، دیدیم چجور همین مسئله باعث یه جنبش عمومی شد، یا در آمریکا و اروپا ما اینو دیدیم، مثلا سر قتل جورج فلوید ما دیدیم چجوری آمریکایی‌های بومی، زنان، به اصطلاح خارجی ها، به اصطلاح سیاه ها، همه اینا متحد شدن و ریختن تو خیابونا. یعنی این ایده ای که ما 6 تا 7 تا 8 تا تعداد کم روشن خواستای مشترک عمومی مثل آزادی بیان، آزادی تشکل، مینیمم حقوق، بالای خط فقر، بیمه مجانی، نمیدونم آموزش مجانی، بهداشت مجانی، رفع ستم ملی و ستم عقیدتی و ستم جنسی، 6 تا خواست اینجوری رو دورش یه جنبش سراسری میشه سازمان داد. اتفاقا این خیزش ها اینو به ما نشون داده چقدر زمینه برای یه جنبش سراسری فراهمه، چون جامعه ایران در ضمن خیلی سیاسی شده، خیلی
راحت میتونه بفهمه هدف چیه، هدف سیاسی از این مبارزات چیه. همینجوری در هر مبارزه فهمیده چرا این ایده جنبش سراسری انقدر کم بهش بها داده میشه و رفقای چپ ما زیاد در این باره صحبت نمی کنن. با اینکه میگم توی این اعلامی های اول ماه مه الان 4 سال 5 سال ما هر سال میبینیم اشاره هایی به این ضرورت جنبش سراسری و همبستگی دور خواستهای مشترک. خواستم هم نظر شما راجع به این چیه؟ بله، منم همونجوری که شما میگیدم، منم اشاره کردم به همین دیگه که یک ائتلافی از نیروهای تولیدی و بازتولیدی توی این دست کم از 1 می 1396 به بعد همیشه 1 می ها نشون میده که ما یه همچین ائتلافی داریم. این جنبش سراسری و اینا من فکر میکنم که همین باید احتمالاً ما اینو بتونیم دقیق تر به لحاظ مفهومی توی سنت مارکسیستی بتونیم اینو مفهوم پردازی بکنیم. در واقع تلاش منم توی این ارائه واسه همین بود که بگم که این امکانهای همبستگی وجود داره و یکی از پیش‌شرطاش اینه که این نقدا رو هی ما نیم بگیم سیاست هویت قومگرایی اونور هویت زنان است و فلان و اینا، به خاطر اینکه اینا اتفاقا اقتصاد سیاسی پشتشه. اون جایی که شما اشاره کردین به اینکه طبقه باید در مبارزه شکل بگیره که کاملا درست، یعنی با خود مارکس دیگه همینو میگه، این رابطه بین شکل گیریه، حالا دست کم میتونیم بگیم آگاهی طبقاتی و مبارزه، اون رابطه کاملا درسته. ما نمیتونیم بیایم و این یکم مشکلات هم مارکسیسم مکانیستیه و هم بقیه شاخهای جامعه شناسی که میرن سراغ جنبش ها و اینا. اینا انگار یه مردمی رو پیشفرض میگیرن، این مردم قراره یک سوژه تغییری باشه، در حالی که سوژه جمعی تغییر در مبارزه ساخته میشه و همزمان مبارزه رو شکل میده و این رابطه ای که حالا توی مثلا فلسفه ما بهش میگیم اونتوجنتیک، این رابطه دو طرفه اونتوجنتیک وجود داره، هم مردمن که مبارزه رو تولید میکنن سوژه مبارزه هن، و هم مبارزه است که مردم خودش رو تولید میکنه، هم طبقه است که مبارزه میکنه و همون مبارزه است که این طبقه شو داره تولید میکنه. اونجا من کاملا باهاتون موافقم. در مورد چیزی که در مورد مارکس گفتید و اینها، اونم خیلی اتفاقا نکته جالبی داره. شاید اگه ما همون روش شناسی مارکسی رو ادامه بدیم و اون جاهایی که مارکس حالا نمیبینه، اون چیزی که من سر مثلا کار باز تولیدی و همین آبگوشت و نخود و اینا گفتم، یا مثلا سر به هر حال یه جاهایی سر استعمار، سر امکانای بالقوه چیزای دیگه نمیبینه، ولی به هر حال خب مارکس قرن 19 همه. ولی اگه روش شناسی خود شما بیایم بگیریم، نکته که شما گفتین زمانی که مارکس داشت اون حرفا رو در مورد اهمیت کار صنعتی و اهمیت کارخونه و اینا میگفت، در زمانی بود که هنوز تعداد دهقانها به مراتب بیشتر بود از تعداد کارگرای صنعتی. در واقع تعداد هر شکل دیگه از کارگرای صنعتی اکثریت کارگرای اون جامعه ها نشده بودن وقتی مارکس داشت اونو مینوشت. مارکس داشت میگفت که شکل کار صنعتی شکل هژمونیک کاره و این شکل هژمونیک کار از دل شکل هژمونیک تولید میاد بیرون، که شکل هژمونیک تولیدم شکل تولید سرمایه دارانه است با مداخله مستقیم سرمایه توی فرایند تولید و همون اختلافی که بین به هر حال ساعتهای کاری که کارگر کار میکنه و پولی که بهش میدن، سود اون ارزش اضافه، اون سودی که میکشه بیرون از دل اینه. یعنی تو یه فرایند هژمونیک تولید داری که اون فرایند هژمونیک تولید مبتنی بر سوده، مبتنی بر مداخله مستقیم سرمایه در فرایند تولید. نکته اینه که ما از دهه 70
هرچه بیشتر و بیشتر داریم میبینیم که شکل هژمونی که تولید دیگه اون شکل هژمونی که نیست که با مداخله مستقیم سرمایه توی فرایند تولید باشه. با نئولیبرالیسم اتفاقا شکل مداخله سرمایه هرچه بیشتر و بیشتر غیر مستقیم تر میشه. یعنی اگه ما بخوایم توی همین ترمینولوژی مارکسی بمونیم، بیشتر از این که سود بخواد استخراج بکنه، پرافیت که حاصل مداخله مستقیم توی فرایند تولیده، رانت استخراج میکنه که حاصل مداخله غیر مستقیمه، حاصل کپچر اون چیزی که حالا بهش میگن غارت یک جاهایی، یعنی در واقع شکل اصلی سرمایه‌داری میشه سرمایه‌داری اکستراکتیویستی، سرمایه‌داری استخراجی. این سرمایه‌داری استخراجی هم رانتشو از اون شکل کلاسیک سرمایه‌داری استخراجی میاره بیرون، مثل نفت و نمیدونم گاز و فلان و اینا، هم از شکلای جدید سرمایه‌داری استخراجی که شکل اصلیش فایننس مالیه است. توی مالیه که ما فرآیند تولید نداریم، استخراج ارزش از دل مالیه حالا توی غرب خیلی پیشرفته تر از ایران الان، ولی ما دست کم از زمان آخر دولت خاتمی بعد از اینکه احمدی نژاد اومد، اون چیزی که بهش میگیم رشد قارچی مؤسسه های اعتباری و مالی، اون اتفاقی که زمان دولت روحانی افتاد، بورس، اینکه کسایی میرفتن توی بورس سرمایه گذاری میکردن که کارگر و راننده بودن، اونم به خاطر اینکه انقدر تورم بالا بود که پول ارزشش رو داشت از دست میداد، اینا به جای اینکه مثلا 1 میلیونی که ذخیره بکنه سیو بکنه، میرفت بهش گفته بودن بیا بورس، بورس سود داره، و بعد یه حبابی تو بورس شکل گرفت، اینا رفتن پولاشون رو گذاشتن، یه عالمه هم سر بورس بدبخت شدن. یعنی ما حتی باید کنار بیکارا، زن و اقلیت های ملی، کارگرای متزلزل، فلان اینا، مال باخته ها رو هم بذاریم. این کسایی که این مالیه جدید توی ایران داره هی ازشون استخراج میکنه، ما هنوز اون نظام کردیت توی غرب رو نداریم که بدهی اجتماعی گسترده داره تولید میکنه، ولی شکلهای دیگه از استخراج مالیه داریم، استخراج فایننس داریم. شکل اصلی استخراج هم که توی این شکل جدید هژمونی که تولید توی سرمایه داریه، که خب حالا پست اتونومیستا بهش میگن شیوه تولید غیر مادی، بر اساس همین استثمار کردن قوای در واقع خلاقه، قوای افکتیو عاطفی و اینهای کارگر است. واسه همینه که تو بخش خدمات یک دفعه ما یه رشد شدیدی از کارگرها داریم. بازم ممکنه یه جاهایی هنوز تعداد کارگرای صنعتی یا تعداد کارگرها و دهقانها با هم دیگه یا فلان اینا تعدادشون بیشتر باشه از مثلا تعداد کارگرایی که توی بخشای غیر مادی و بخشای خدماتی و فلان اینا کار میکنن، ولی ما باید ببینیم بر اساس روش شناسی خود مارکس اون چیه که الان شکل هژمونی که تولید سرمایه داران است. شما اشاره کردین که سرمایه داری الان میتونه اعتصاب ها رو تحمل کنه، و واقعا هم میتونه اعتصاب ها رو تحمل کنه. شما در نظر بگیر من زمان دوره دوم خاتمی تا دوره، حالا من رئیسی اینا رو آمارش نمیدونم، تا دوره آخر روحانی ما روزانه به طور متوسط 8 اعتراض کارگری یا معلم ها در روزانه 8، یعنی آمار واقعا آمار خارق‌العاده ای. خیلی از این اعتصاب ها اعتصاب های کارگری بودن، اعتصاب های کارخونه ها و اینا بودن. اون اعتصاب های کارخونه ها که به ویژه دوره دوم خاتمی و دوره اول احمدی نژاد به شدت گسترش پیدا کردن، اونا نتونستن سرمایه‌داری ایران رو زمین بزنن. سرمایه‌داری مبتنی بر شکلهای جدیدی از ارزش افزاییه و خیلی سرمایه‌داری رانتیه، و اینکه حالا ایران رانتیه، من میگم که یعنی حرفم اینه که کلن سرمایه‌داری استخراج رانت میکنه بیشتر از اینکه استخراج سود بکنه. و همین نکته اگه ما بخوایم این نکته رو در نظر بگیریم، اون وقت خب
این خیلی مهم میشه که ما ببینیم که اگه شکل هژمونیک اینه، این شکل هژمونیک چه تغییری توی ترکیب بندی طبقاتی ایجاد کرده، و اون وقته که ما تازه میتونیم بفهمیم که این چیزی که شما حالا اسمشو گذاشتید جنبش سرتاسری چه بنیانهای اقتصاد سیاسی داره که ما بتونیم این رو مفهوم پردازی بکنیم و نشون بدیم که اون چیزی که ما داریم، مثلا حالا شما میگید جنبش سرتاسری، منظور این نیست اون منظور اون حرف کلاسیک حالا جبهه همه علیه فاشیسم یا همه با هم یا این چیزهایی که، یعنی مسئله این نیست که ما میخوایم تضاد و آنتاگونیسم ها رو مخفی بکنیم، مثلا همه بیان کنار هم بشینن دیگه، هیچ عنصر طبقاتی فلانی وجود نداشته باشه، نه اتفاقا این عنصر طبقاتیه، همین کارگر معلم فلان فلان اینا و اون اقتصاد سیاسی پشتشون باید ما رو اینفورم بکنه که ما یه همچین چیزی لازم داریم. و یه بخش دیگه قضیه هم این که الان حالا اعتصابا نمیتونن ضربه بزنن، اعتصابای جدا جدا اینها، و خب فرم اعتراض بیشتر الان شده اعتراضی که رایته، یعنی شورشه، مثل اون اوایل سرمایه داری. یک کتاب جاشوا کلاور داره به اسم شورش، اعتصاب شورش، که نشون میده چجوری اون شکل اولیه اعتراض ها توی سرمایه داری متقدم شورش بود، قبل از اینکه هنوز طبقه کارگر و اینا توی شکل مبارزهشون منسجم شده باشن و حالا تو اون پرولتاریای صنعتی قوی رو داشته باشی، بعد بدل شد به اعتصاب و حالا فرم دوباره برگشته به شورش. معنی شورش چیه؟ چند تا دلالت وجود داره اینجا. اینکه یا عالم از این کسایی که دارن اعتراض میکنن اینا دیگه محل کار ندارن، شما بیکاران یا کارگرای متزلزل یا کارگرای پیمانی و اینها، کارگرای خدماتی و خیلی از اینا حتی محل کار ندارن که برن اونجا اعتصاب بکنن، اصلا با کارفرما نگوشیت بکنن، از طریق نگوشیشن بخوان مثلا مزد و ایناشون رو، اصلا همچین چیزی وجود نداره. واسه همینه که یکی از شکلهای اصلی اعتراض بیکاران، فرودستان اینا میشه بستن جاده ها، چیزی که از دهه 90 آرژانتین شروع میشه. توی دهه 90 آرژانتین خب ما به کارگرای اعتصابی، حالا انگلیسی اینا میگن پیکت لاین فلان اینا، اونجا پیکوتو فکر میکنم توی آرژانتین میشد بیکارایی که میومدن خیابونا رو میبستن آتیش میزدن تو آرژانتین 2001. و بعد شما میبینید این فرم بستن خیابون یه عالمه و آتیش زدن و بستن خیابون و اینا فرم غالب اعتراض میشه تو دی 96، تو آبان 98 که جوانای بیکار و اونایی که از کار رونده شدن، جوانای بومی که بهشون کار ندادن فلان اینا، میان شروع میکنن جاده رو بستن. شب قبل از کشتار نیزار عرب هایی که اون روز بعد کشتنشون، اینا جاده ها رو بسته بودن، اونجوری داشتن اعتراضشون رو اعلام میکردن و اینها. من فکر میکنم، یعنی حالا من امیدوارم که یه ذره پراکنده گفتم، ولی امیدوارم که همه اینا جواب سوالتون رو داده باشه. بله، ممنون و متشکر از جوابتون. یه سوالی رفیقمون مرتضی در تکست کردن از شما، اون سوالم میخونم با اجازتون. مرسی از ایمان عزیز بابت این بحث جذاب، انتقادی و مهم. بحث رو متاسفانه نتونستم پیوسته دنبال کنم، بنابراین سوالم اگه بی ربطه میتونین راحت کنار بگذارید. از قطع وارگی نیروی کار به میانجی ستم جنسیتی و ملی، مسئله جمعیت مازاد رو در جغرافیای سیاسی ایران چطور میشه فهمید؟ جمعیت مازاد رو بخش درونی فرایند قطع وارگی میبینین یا اینکه یک فرایند مجزاست که نیروی کار را به کل به بیرون از بازار و مبادله میندازه و صرفا با نظام تنبیهی نژادی نژادی کنترل و مدیریت میشه؟ این سوالشون بود. اگه بد خوندم رفیق مرتضی ببخشید. بله،
خیلی سوال، واقعا خیلی سوال خوبیه. در مورد اینکه حالا من اول جواب سریع میدم، بعد برمیگردم به جوابم و بسته بیشتری بدم. تولید جمعیت مازاد هم درونی فرایند قطعوارگی نیروی تولیده و هم خارجی اونه، یعنی از یه طرف حاصل این تضاد منطقیه که اول از داخل مارکس گفتم، این تضاد که جمعیت کارگر همون در همون حال که داره انباشت سرمایه میکنه، داره خودش رو هم زاید میکنه. هم که خب میدونیم دیگه از کجا داره میاد، اینکه مارکس این حرف رو میزنه، اینکه به هر حال سرمایه ثابت، تکنولوژی و اینها نیاز به کارو کم میکنه، دیمند رو میاره پایین، واسه همین طبقه کارگر که داره خودش که داره انباشت سرمایه میکنه، خودش رو هم داره با این کار زاید میکنه. ولی حالا من اینو اگه بخوام ببرم یه ذره معاصرتر و اینا، در مورد تولید جمعیت مازاد، من دوست دارم اینو مثلا با ساسکیا ساسن توضیح بدم که جامعه شناس انتقادی هلندی آمریکاییه. ساسن از یه سری فرایندهایی حرف میزنه، به اونا در واقع میاد میگه که جمعیت مازاد حاصل بیرون راندن جمعیت ها توی لبه های سیستمی. حالا منظورش از این چیه؟ میگه که یک مخلوطی از شرایط وجود داره که با این لفظ جمعیت مازاد رو به افزایش به اونها اشاره میشه. یک شرط بنیادین این که این جمعیت مازاد به وجود بیاد چیه؟ گسترش روزافزون قلمرویی که به دلیل فقر و بیماری، به دلیل انواع گوناگون درگیری های مسلحانه و جنگ، به دلیل حضور شرکت های خارجی و چند ملیتی، به دلیل دولت هایی که دیگه فانکشنال نیستن، از کار افتادن به خاطر فساد شدید یا به خاطر رژیم بدهی فلج کننده بین المللی. خلاصه با جمعیت مازاد حاصل گسترش روزافزون قلمرویی که به همه این دلایلی که گفتم داره نابود میشه. این وضعیت رو ساسن بهش میگه از دست دادن حاد زیست بوم. اونو بهش میگه مثلا بیرون راندگی از مکان زندگی. ولی این بیرون راندگی از مکان زندگی هم در مورد آدمه، هم در مورد زمینه، هم در مورد آبه، و این واسه ساسن حاصل فرآیندهای استخراجگرانه سرمایه‌داری معاصره. خب این فرآیندهای استخراجگرانه رو تو سوال قبلی ذره بهش اشاره کردم. پس ما در واقع یک جمعیت مازادی هی داره تولید و باز تولید میشه، هم بر اساس اون اقتصاد سیاسی قطعه‌وارگی نیروی کار و اون تضاد منطقیه سرمایه داری که مارکس بهش اشاره میکنه، و هم علاوه بر اون به خاطر مکانیزمای استخراج راند که و کاپیتالیسم استخراجی که هم مالیه میشه، همین انواع چیزای تکنولوژیکی میشه که برای اونها هم محیط زیست دارن نابود میشن، از تسلا مثلا اینا بگیریم تا خیلی از تکنولوژی دیگه ای که این فلزای قیمتی و اینا رو لازم دارن، هم فرآیندهای استخراجگرانه دیگه ای که مثلا خب با آب و خاک و همه اینا دارن گره میخورن. همین الان اگه بریم سایت های ایرانی رو سرچ کنین، خاک جزیره هرمز رو دارن کیلو کیلو میفروشن، خاکش رو دارن میفروشن. این دیگه اینجوریه که تو کجا رو میخوای بفروشی؟ واقعا وقتی که خاک یک جایی رو میفروشی چیز دیگه نمیمونه که بفروشی از اونجا، یعنی دیگه خاک رو میکنن تو کیسه میفروشن. خب این یعنی اینکه هم درونی اون فرآیندیه که گفتم، هم بیرونیه. کنترلشون چجوری؟ کنترلش دقیقا همین چیزیه که به نظر من مرتضی اینجا نوشته، یعنی دولت سرمایه‌داری معاصر
به جای اینکه برخلاف دولت سرمایه‌داری حالا کینزی و دولت رفاهای قبلی و اون شکلای نصف نیمه ای که حالا تو جمهوری اسلامی تا دوره مثلا خاتمی بود که یه شکلای نصف نیمه ای به هر حال از چی میگم بهش سوشال سکیوریتی و بیمه اجتماعی و اینا وجود داشت، اونا همه از بین رفته. حالا دولت سرمایه‌داری معاصر به جای اینکه بره از طریق اونا صلح اجتماعی رو بخره، سوشال پیس رو بخره، به جای این میره همه این کامیونیتی هایی که دارن جمعیت مازاد میشن و میلیتاریزه امنیتی میکنه، با سیستم های نظامی و تنبیهی میره سراغشون. یعنی اینجوری نیست که بره به اونا پول بده سوشال پیس رو بخره، هی عقب میرونه، هی عقب میرونه، هی عقب میرونه. این توی قیام تشنگان خوزستان یه چیز خیلی، یک روایت خیلی جالبی از یکی از این جوانای عرب بود، میگفت که آقا اومدن آب ما رو بردن، بعد کار ما رو هم گرفتن، میان اینجا شرکت میزنن، محیط زیست ما رو خراب میکنن، کار رو هم به ما نمیدن، هی هم ما رو دارن الان عقب میرونن و عقب میرونن. خب ما باید چی کار کنیم؟ اعتراض هم میکنیم بهمون گلوله میزنن. یعنی این که دولت تو، یعنی اون دولتی که به هر حال اون کشور رو داره مدیریت میکنه، در قبال یک اجتماع، یک کامیونیتی که خودش هی داره اینو به حاشیه میرونه، خودش هی این داره وارد جمعیت مازاد میکنه، محیط زیستش رو از بین میبره، آبش رو از بین میبره، آلودگی هوا و گرد و غبار رو اینا واسش ایجاد میکنه و هیچ امکاناتی بهش نمیده، یعنی اینکه من دیگه نمیخوام سوشال پیس رو با پول بخرم، من کاری که میکنم اینه که به شکل امنیتی و نظامی سازی شده این جمعیت های مازاد و کنترل میکنم. همین اتفاق همه جای دیگه داره میفته، توی حومه های حالا نه به شدت ایران، حالا نه منظورم این نیست که جمهوری اسلامی همونقدر داره سرکوب میکنه که چه میدونم مثلا دولت فرانسه یا دولت انگلیس داره میکنه، ولی خب اونا هم به هر حال ماشاءالله کم سرکوب نمیکنن. ولی منظورم اینه که نمیخوام اینا رو برابر بکنم، میخوام بگم فرمای یکسانی وجود داره. اونجا هم وقتی که شورش میشه تو حومه پاریس، شورش میشه تو حومه لندن، اینا اونجا خیلی راحت میتونن برن بکشن، خیلی راحت میتونن تیراندازی کنن، خیلی راحت میتونن بگیرن، اونا هم اونا رو دارن امنیتی میکنن. تو آمریکا همین اتفاق سر تظاهرات جورج فلوید افتاد و بنابراین به نظر میرسه که اون شکل اصلی که دولت ها دارن با جمعیت های مازاد برخورد میکنن دیگه خریدن سوشال پیس نیست، بلکه همین جوری که مرتضی نوشته نظام تنبیهی نژادی کنترل و مدیریت، اگرچه که شکل‌های دیگه منسوخ نشده اونا هم وجود دارن، این شکل غالبشه به نظرم. امیدوارم جواب مرتضی داده باشه. من سوالی در تکست نمیدونم، رفقا کسی دستش رو بالا نکرده یا من نمیبینم؟ اگر نمیبینم یکی از ادمینا به من نه دیگه فکر کنم دیگه خسته شدن همو بعد بریم. نه. به هر حال بحث واقعا جالبی بود رفیق ایمان، خیلی متشکریم ازتون. من یکی که کلی بهره بردم و امیدوارم بازم شما رو داشته باشیم این بحث رو ادامه بدیم. این بسا یه مقدمه ای بود برای کارهایی که کردید و میتونید سرش ماها رو به صدا آگاه کنید. خیلی ممنون، من خیلی متشکرم از شما. در خاتمه اگه میخواید یه به صدا صحبتتون یه جمع‌بندی بکنین بفرمایید، وقت دارید. نه جمع‌بندیم همونیه که گفتم که به نظرم ما در واقع توی یک موقعیتی هستیم که الان باید آری به رسمیت بشناسیم این شکاف و اینا رو، و به جای اینکه خیلی سریع مسئله رو ببریم به سمت نقد سیاست و هویت،
برگردیم و این بنیانهای اقتصاد سیاسی این اتفاقایی که داره میفته رو ببینیم و در عین حال هم از یاد نبریم که مسئله فقط مسئله اقتصادی نیست، مسئله سیاسیه و در نهایت هم اگر مثلا در کردستان بریم بگیم که ما اینجا رو میخوایم توسعه اقتصادی بدیم و اصلا نمیدونم جی دی پی کردستان برسه به جی دی پی ژاپن، بازم مسئله حق تعیین سرنوشت ملی حل نمیشه، اون یه مسئله سیاسی مطالبه از حق کنترل بر بدن زنها، اینا مسائلی نیست که ما بتونیم به لحاظ اقتصادی یعنی با اقتصاد گرایی صرف بفهمیم. همین هم من فکر میکنم در مورد دیدگاهمون نسبت به نولیبرالیسم و اینا هم باید در نظر بگیریم که نولیبرالیسم فقط یه چیز اقتصاد گرایان و اینا نیست. و این بحثا در مورد نولیبرالیسم تو ایران هم که واقعا دیگه به بنبست رسیدن، یه کسی میگه نولیبرالیسم هست، یکی میگه نیست، یکی میگه قارت اصلا سرمایه‌داری نیست، نمیدونم این حرف هم که دیگه واقعا حرف عجیب غریبیه. به نظر من ما باید بتونیم یه جایی پایان بدیم، بتونیم نظریه پردازی بکنیم، بتونیم مفهوم پردازی بکنیم که چجوری ایران به شکل خاصی در نظام جهانی نولیبرال سرمایه‌داری که الان اسمش نولیبراله ادغام شده، شکل سوری و اینا شد بفهمیم. این در نهایت اینو دیگه همین دیگه، قربون شما بشم. ممنونم از صحبتاتون رفیق ایمان. همین نکته ای که در جمع‌بندی گفتید، امیدوارم خودتونم بعد بیایید در این باره با باب دوباره صحبت کنید. بازم تشکر از اینکه حضور پیدا کردید اینجا، امیدوارم که بازم شما رو ببینیم. ممنون از شما. از همه رفقای عزیزم تشکر میکنم که تا این لحظه با ما بودن. شبتون بخیر رفیق ایمان. شب شما هم بخیر، از همه رفقا هم خداحافظ. خیلی ممنون.